دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. بچه ها از کامنت های شما متوجه شدم که شاهین همین الان ترک داده به اسم صبح انتقام که تو کامنت ها گذاشتین که راک و متال و اینها، و خیلی مشتاقم که ببینم چطوره. منم بلافاصله میخواستم ویدیو دیگه بگیرم که دیگه به پیشنهاد شما میریم با هم دیگه شاهین نجفی صبح انتقام که راک و متال هست و مفصل بررسی کنیم ببینیم که چی کار کرده. خیلی 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 مشتاقم، خیلی مشتاقم، بریم و بشنویم. صبح انتقام از شاهین نجفی کلیپ. همینجا وایسیم. اینجا این احتمالاً LTD سری M بود. بله LTD سری M هست این گیتاری که الان داریم میبینیم، EMG پیکاپ. رامشتاین چون ابرها تو این داستان تو دویچلند رامشتاین نیست راوی کهن در گوش من بخوان ای مادر وطن دم 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 دم. بچه این یه لحظه من ببینم کامپوزر رو اینا رو کیو زده. شاهین نجفی؟ نه این بچه ها. رامشتاین یه ترک داره به اسم دویچلند. دن 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 تنظیم کننده رو کی زده؟ چه عجیب. تنظیم کننده معین شیرپور. این خود رامشتاین ترک دویچلند بود. حتی بیس ها، درامز، سکوت ها. من نمیتونم الان توی تدوین دویچلند رو براتون بذارم به خاطر موضوع کپی رایت، ولی سرچ کنین توی یوتیوب دویچلند از رامشتاین فول. حالا من نمیتونم توی تدوینم براتون بیارم، شما برین گوش کنین رامشتاین و درامز، بیس، حتی سکوت ها، مترونوم، گام، رمینور دیگه. بله طبعا همه چیز این بکینگ ترکش به غیر از ملودی وکالی که داره میخونه تماما دویچلند، حتی سکوت ها. حالا بس به جلو بریم. ای مادر ای وطن آتش گرفت اینجوری میگه با تمام بکینگش. خاموش ماند شب فانوس من شد. حتی این پاساج درام پاساج درامز دویچلنده. دویچلند کیبورد رو گوش کنی. این
این کیبوردی هم که الان شنیدین کیبوردیه که خود تتتن دتن 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 دتر، یعنی یه کاور زشت تر شده دویچلند. دویچلند رو حالا گوش کنیم، تتتن دتن 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 دتر تتن دتن، دقیقاً همین صدا، همین کیبورد، همین همه چیز، همین. خب این درست نیست که. چرا این کار درست نیست؟ چرا من سر اون محمد نوبری من خیلی کامنت های منفی از شما دریافت کردم بچه‌ها که کپی و فلان نیست؟ سر بی 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 سی من گفتم اون وان متالیکا انتهاش، حتی سولو همه چی برای شما زدم، مقایسه کردم، دور کامنت منفی که نه اونو فلان تو نمیدونی و تو محمد نوبری کاوره نمیدونم یه ترک دیگه است و فلان هرچی. این الان شما رامشتاین برین ببین من بچه ها الان چرا دارم روی این موضوع تاکید میکنم، شما خودتون میدونید که من خودم طرفدار شاهین نجفی ام. این که من طرفدار شاهین نجفی ام دلیل نمیشه که چشمو ببندم و حقایقو نگم و کامنت ندم و نگم که آقا داری اشتباه میکنی، نکن این کارو. این دلیل نمیشه که ما چون طرفدار شاهین نجفی هستیم ایشون بخواد که این کارو بکنه و به همه هم سکوت کنن و هیچ کمی چی نگه، اونی هم که فهمیدم هیچ چی نگه. خب این باعث میشه بچه من چرا دارم الان روی موضوع تاکید میکنم، یه بارم براتون مفصل توضیح دادم. ببینید من شهاب آهنگساز و آرتیست راکم، من آهنگ میسازم، مثلا دارم میگم خودم آهنگ میسازم. خب آهنگ من توی اشلیه دیگه، برای من یه سطح سوادی دارم، یه سلیقه دارم. بعد مثلا شاهین نجفی میره قلفتی از رامشتاین که از گنده های تاریخ موسیقی آهنگ برمیداره که آهنگش خیلی زیباست، یکی از معروفترین و خوشگلترین آهنگ رامشتاینه. خب آهنگ شهاب نمیتونه با آهنگ شاهین که در واقع رامشتاینه دیگه، نمیتونه با رامشتاین رقابت کنه. بعد کسی آهنگ منو دیگه گوش نمیکنه و من تو این رقابت نمیتونم رقابت کنم. من 5 تا آهنگ میسازم، میبینم که خب آقای مثلا همسبک من که همه آهنگای اونو گوش میکنن، همه میگن به به چت، میگن چه آهنگ چقدر آهنگات زشته شهاب. مثال چون تو خب 10 نفر هستیم تو این ژان، همه دارن کپی میکنن، مثال دارم میگم، همه دارن کپی میکنن از یکی از متالیکا، یکی از رامشتان، یکی از اسلیپ نات، ولی من خودم میسازم. خب کسی آهنگ من که نمیتونم با آهنگ ساز متالیکا و رامشتان و اسلیپ نات رقابت کنم، آهنگ من بی کیفیت تر در میاد، بنابراین هیچ کی مال منو گوش نمیکنه. خب من میگم خب چه کاری، منم کپی کنم. این دیگه منم از فردا کپی میکنم، اونم از فردا دیگه، آهنگسازی و خلق و هنر و همه چی میره به کنار. این کاری که تو اتفاقی که تو پاپ افتاده، همه کپی میکنن، هیچ کی آهنگ نمیسازه. من قبلا هم 2-3 بار راجع به شاهین نجفی این موضوع گفتم و به شدت هم از سمت شما کامنت های منفی دریافت کردم و کلی هم بد و بیرا که تو اصلا تو کی هستی که بگی شاهین کی، تو کی اصلا، من هر کی هستم، من اصلا هیچ کسی نیستم. متوجه من هیچ کسی نیستم، ولی رامشتاین کسیه که شما بری ازش آهنگ برداری و بزنی به نام خودت. این کار درست نیست. آهنگسازم خودتو معرفی بکنی. خودش لاین ملودی وکالش واقعا خوشگله، ملودی وکال خوشگله الحق و ترانه قشنگی هم داره. بچه من واقعا ناراحت شدم، یعنی انتظار نداشتم از شاهین. هنوزم من فکر میکنم با توجه به شخصیتی که ازش میشناسم ممکنه که خودش این کارو نکرده باشه، یه تنظیم کنندش مثلا ریتما رو در اختیارش گذاشته، ولی واقعا ناراحت شدم و واقعا انتظار نداشتم. ما داریم میبینیم که تو این برهه شاهین نجفی زیاد ریاکشن کردیم و خیلی هم باش حال کردیم، خیلی هم دوستش داریم، خیلی هم کارش درسته. انتظار نداریم که سوتی اینجوری بده. این کار از نظر هنری واقعا درست نیست.
و ظلمیه در حق آرتیستایی که خودشون دارن آهنگسازی میکنن. حالا من میخواد باشم، شاهین باشه، هر کسی میخواد باشه. حالا برای من دوباره، من مطمئنم کلی کامنت های منفی خواهیم داشت، ولی به هر حال من که نمیتونم دروغ بگم، من که نمیتونم الکی به خاطر 4 تا ویو به به چه چه ما به به چه چه همون هم کردیم، انتقادمون هم کردیم. این دیگه میشه نامردی که من بخوام ببینم و نگم، به خاطر اینکه من طرفدار مثلا شاهین نجفی همش میگن که آفرین شباب مثلا داره از آرتیست ما تعریف میکنه. ما واقعا انتظار نداشتیم و خیلی خورد تو حالم. من اون اول ویدیو هم با کلی ذوق اومدم که میخوام یه راک و متال سنگین، ولی شما بخوای هر چی از این اون بزنی که درست، این کار درست نیست. همچنان فکر میکنم که احتمالاً با توجه شخصیتی که ازش میشناسم خودش در جریان نیست، بالاخره اون نشنیده احتمالاً یکی بشه در خوشبینانه این حالت. دوست دارم که اینجوری حداقل به خودم بگم. خورشید را ببین خوابیده روی بام، چیزی نمانده از صبح انتقام. خورشید را ببین خوابیده روی بام، اگرم دیدین که هیچی راجبه نزدم هیچی، چون که اگه بخوام میرم رامشتاین آهنگ دویچلند رو آنالیز میگیرم، نه این ترک رو. به هر حال که اینجوریه، امیدوارم که شما رو خیلی ناراحت نکرده باشم، ولی بعد باید صادقانه راجبه این ترک نظر میدادم. حال خودم هم خیلی گرفته شد، چون که دیگه اون رامشتاینه اینجوری نیستش که بیاد بگه من از رامشتاین اجازه گرفتم. از این خبرها نیست توه کمپانیای بزرگ که تو بیای اجازه بگیری و ترک رو استفاده کنی. کسی از این اجازه ها رامشتاین به حال نمیده. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.